یه سوال از دنبال هندسی برات آوردم. چه سوالی که هم توی امتحانای تشریحی میبینیش و هم توی امتحانای تستی. پس حتی اگه الان فرصت دیدن این کلیپ رو نداری، ذخیره کن که بعداً ببینیش و برای امتحانت داشته باشیش. بریم ببینیم سوال چی میگه. یکی، جمله ششم دنباله هندسی 3 24 192 چند برابر جمله 13 دنباله هندسی 9 18 36 الی آخره. خب خودش اومده کارمون رو راحت کرده، به ما گفته که این دنباله یک دنباله هندسیه. دنباله هندسی یعنی چی؟ یعنی هر جمله دنباله از ضرب عدد قبلی توی یک عدد ثابت به دست اومده. اینجا رو ببین، 3 ضرب در 8 شده 24، 24 ضرب در 892 الی آخر. به این مدل دنباله ها میگیم دنباله هندسی. اولین چیزی که باید بدونی جمله عمومی دنباله هندسیه که میگیم Tn مساوی با T1r به توان n منهای 1. T1 همون جمله اول دنبالمونه، R قدر نسبت دنباله یعنی فاصله یه که اینا دارن، همون عددی که داره توی هر کدومشون ضرب میشه، این هم که دیگه شماره جملهمونه. پس بریم جمله عمومی این دوتا رو حساب کنیم تا بتونیم به سوالش جواب بدیم. برای دنباله اول ما، خب T1ش که 3 هست جمله اول، R را چجوری به دست میاریم؟ گفتیم از تقسیم هر جمله به جمله قبلیش، پس میشه 24 تقسیم بر 3 8. اگه می اومدی 192 هم به 24 تقسیم میکردی همین میشد دیگه. خب الان جمله عمومیش Tn مساوی میشه با T1مون که 3 هست ضرب داره، آرم که 8 به توان n منهای. بریم برای دنباله بعدی، بهمون داده 9 18 36. خب پس T1ش هست 9، قدر نسبتش میشه 18 تقسیم بر 9 که میشه 2 و الان میتونم جمله عمومیشو بنویسم. خب T1مون 9 پس میشه 9 ضرب در 2 به توان n منهای 1. بچه ها برای اینکه این دوتا با هم قاطی نشه من میام اسم اینو میذارم دنباله T'. پس T'n به این صورت شد. توی صورت سوال از من چی خواسته بود؟ جمله ششم چند برابر جمله 13مه. پس باید بیام نسبتشون رو به دست بیارم، یعنی T6 رو تقسیم کنم به T'13. خب T6 چی میشه؟ بیا توی این فرموله به جای N 6 بذار، پس میشه 3 ضرب در 8 به توان 6 منهای 1 5. T'13 چی میشه؟ 9 ضرب در 2 به توان 13 منهای 1 هم که میشه 12. خب الان باید بیایم تا جایی که میتونیم اینا رو ساده کنیم. به 3 1 9 به 3 میشه 3. این دوتا را اینجوری نمیتونم با هم ساده کنم، اما اینو قبول داری که 8 همون 2 به توان 3 هست؟ پس به جای 8 می نویسم 2 به توان 3، یه دونه توان 5 هم داره. خب اگر دوتا توان پشت سر هم باشن در هم ضرب میشن دیگه، پس این مساوی میشه با 2 به توان 3 5 تا 15 تا، توی مخرجی دونه 3 داریم ضرب در 2 به توان 12. خب توان هامون باید از هم کم بشن، پایه‌مون هم که مشترکه، پس توی صورت داریم 2 به توان 15 منهای 12 میشه 3، توی مخرجم یه دونه 3 داریم 2 به توان 3 میشه 8 دیگه. پس جواب تست ما شد 8 سوم، یعنی گزینه چهارمی که اینجا داریم. خب دنبال ماژیک قرمز میگشتم، به همین راحتی تونستیم جوابش رو پیدا کنیم. تنها چیزی که برای حل این سوال نیاز داشتی این بود که بدونی چطور باید جمله عمومی برای دنباله هندسی به دست بیاری، همین، به همین سادگی. اگه این آموزش برات مفید بوده حتما توی کامنت ها برام بنویس که انرژی بگیرم و باز هم برای بچه های تجربی ریاضی پست‌های این مدلی آماده کنم. یادت نره بنویسی ها.